زندگی. با بیمه مرا بیم جهان نیست به نام خدا با سلام من سید محمد امین بیدوکی هستم کارشناس بیمه های بازرگانی و موضوع صحبتم در رابطه با بیمه های مسئولیت ساختمانیه این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل آسیب های جسمی وارد به کارگران ساختمانی که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشه جبران میکنه پوشش این بیمه جبران هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو. مثلا چنانچه کارگری در حین انجام عملیات ساخت و ساز در اثر حادثه فوت کنه یا دوچار نقص عضو بشه و سازنده ساختمون مسئول شناخته بشه، شرکت بیمه خسارت وارده را از طرف کارفرما جبران میکنه. بر اساس اینکه عملیات ساختمان سازی چند ماه طول بکشه یا ساختمان چند طبقه باشه یا چه غذیر بنا داشته باشه حق بیمه اینو بیمه متفاوته نکته های در بیمای ساختمون اینه که شما میتونید پوشش تعدد دیات رو بگیرید. این به این که چنانچه مصدوم دو چار بشه که جراحاتش به قدری شدید باشه که مشمول دریافت چند تا دیه بشه از محل بیمه نام قابل پرداخته. پیشنهاد بدم که پوشش تعدد دیات رو برای ساختمون هایی که ارتفاع زیاد دارن و تو چند تا طبقه ساخته میشن یا ساختمون هایی که حفر چاه دارن حتما حتما بگیرید. یکی دیگه از موارد مهم تو بیمه های ساختمون اینه که پرداخت خسارت به کارگرای غیر ایرانی و اتباع خارجی زمانی ممکنه که کارگر هم داره مجوز اقامت باشه هم داره مجوز کار این مورد یکی از موارد مهمیه که اون کارفرما بهش توجه نمیکنن و اون هم کارگرای غیر ایرانی مجوز کار و اقامت رو ندارن و خدای نکرده اگر اتفاقی بیفته پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه منتفیه این بیمه ها تو زمینه بخش های جزئی تعمیرات ساختمون مثل نماکاری یا تغییرات داخل ساختمون و حتی برای دوره زمانی کوتاه مدت نیز ارائه میشه و پیشنهاد میکنم حتی اگر قصد یه تعمیرات کوتاه مدت و جزئی برای چند روز رو دارید با یه هزینه بسیار اندک کار ساختمونیتون رو تحت پوشش نامه مسئولیت ساختمونی قرار بده. خیلی متشکرم.